گفتار و کردار نیک، ز پندار و گفتار و کردار نیک فریدون فرخ فرهمند شد. خرد پیشگان نیز از راه او برفتند تا دیو در بند شد. از این سه بجو راه جنات عدن، رهی که از عدن تا خداوند شد. درود بر خداوند بزرگ، آفریدگار توانا، دانا و قادر، گرداننده هستی و هستی بخش این هستی. مهربان یاران، ما از پاریس استودیوی تلویزیون مه در یک زیرزمینی در 66 خیابان شانزلیزه با همکاری دوستانمون در تلویزیون مه و به کارگردانی آقای مهندس منصور عزیز از تلویزیون پارس برنامه امروز رو مثل همیشه پیشکش میکنیم. آقای مهندس منصور، بامداد خوش، درود بر شما، درود بر همه مهربان یاران در سراسر جهان. به وقت پاریس ساعت 3 پس از نیمروز، به وقت تهران 5:30 سر شب و به هنگام لس آنجلس 6 بامداد، نیویورک و تورنتو 9 بامداد هر شنبه میتونید این برنامه رو ببینید. و یادتون نره که از طریق اینترنت هر کجای جهان که باشید با زدن mehrtv.com، حتی از طریق تلفن های دستیتون میتونید ما رو 24 ساعت ببینید. در mehrtv.com که برید، پخش برنامه پارسی زبان ما آغاز میشه، ولی همونجا همان صفحه 10 تا کانال دیگه اینترنتی ما در خدمت شماست، از جمله یک کانال به زبان فرانسوی که تمامی برنامه های آرشیو 20 ساله 25 ساله ما به زبان فرانسوی با شماست. تمام برنامه های رادیو آوا ایران به زبان پارسی در یک کانال پخش میشه و الی آخر. خوش اومدید عزیزان کیوانشین امروز. آقای مهندس منصور، درود به همه کیوان ها. کیوان های عزیز، حالتون چطوره؟ واقعا چه نام زیبایی است کیوان و کیوانشید. میدونید که بر اساس تقویم آریایی امروز شنبه، یعنی کیوانشید هست، 15 مرداد ماه 7033 آریایی میترایی و ششم ماه آگوست به قول انگلیسی ها و ما فرانسوی ها میگیم اوت. من بارها گفتم که برخی از واژه ها در زبان انگلیسی و فرانسوی دیگرگون هست و بعضی ها فکر میکنن که ما که فرانسوی هستیم مثلا بیسوادیم. اینترنت رو میگیم انترنت، اینجا در فرانسه مثلا به اینترنت میگن انترنت و خیلی چیزای دیگه، مواردی هست که واژگان در اینجا گویشش فرق میکنه و عدم این یعنی ناآگاهی نپندارید، مپندارید زبانها وقتی که سفر میکنن گویش ها و آوایش ها فرق میکنه. عزیزان من، امروز یاد روز هیروشیماست. این هفته امریکا به هیروشیما حمله کرد و اونجا رو با بمب اتمی با خاک یکسان کرد. فریدون فرخزاد عزیزم این هفته، هفته یاد بودش هست، یادش بخیر. نازنین هنرمندی که جان داد برای آزادی ایران، سالها نبرد و مبارزه، هنر و صدای گرم خودش رو، خلاقیت های خودش رو در خدمت آزادی ایران گذاشته بود و چه پرشور مبارزه میکرد. در این هفته است که اون رو از ما گرفتن. هفته مرتضانه داوود هست و تقسیم ایران بین روس و انگلیس و یادروز نادرشاه و نیز هم امروز یادروز دکتر شاپور بختیار است. 20 سال از کشتن دکتر شاپور بختیار در پاریس میگذره. عزیزان من دیشب در تلویزیون مهر و بعدم در تلویزیون پارس برنامه سیروس شرفشاهی و پرویز قاضی سعید دکتر رزما رو مصاحبه داشت، در ابتدا با من که روی مهر پخش شد و این مصاحبه بسیار جالب و جنجالی و پر آگاهی است. خواهش میکنم حتما اونایی که دیشب ندیدن از فردا روی اینترنت خواهد رفت، روی اینترنت ببینید. دکتر منوچهر رزمارا از یاران نزدیک دکتر شاپور بختیار که تا همین امروز وفادار به این مرد مونده، اطلاعات جالبی رو با آگاهی ما رسوند در رابطه با ترور بختیار، زندگی پس از گریزش از ایران در پاریس و همکاریهاش و کمک هایی که کشورهای عربی کردند به دکتر شاپور بختیار در رابطه با مبارزه‌ای که موقع به اصطلاح اتخاذ کرده بود. ایشون حتی دکتر از ما را مبالغی رو که عراق و دیگر کشورها و دیگر شخصیت ها کمک کرده و در نظر مالی به شاپور بختیار رو همه رو دیشب با آگاهی همه رسوندن و دکتر رزمارا انسان آزاده و راستگو و راستینی که با صداقت با مردم گفتگو کرد.
خواهش میکنم این برنامه را اگه ندیدید دیشب حتما بازپخشاشو از طریق همین تلویزیون و مهرتیوی.com ببینید. خواهش میکنم یادمون نره که 18 آگوست چند روز دیگه بزرگداشت عباس پهلوان و یکمین سالروز انتشار مجله فردوسی در امریکا که آگهیش هم الان پیش از برنامه من از تلویزیون پارس پخش شد. خواهش میکنم همتون در این مراسم بزرگداشت عباس پهلوان، این بزرگترین سردبیر مطبوعات ایرانی، شرکت کنید و درودی بفرستید به عباس پهلوان و همه همکارانش که امروز فردوسی امروز رو منتشر میکنن. یاد نیمروز خالی است، دوست نازنینم پرویز اصفهانی که سالها از لندن مجله و هفته‌نامه نیمروز رو منتشر میکرد، الان مدتی است به خاطر مشکلات مالی توقف ایجاد شده در انتشار این نشریه بسیار خوب که سالیان سال میدونم همدم و مونس همه شما بود. برای 18 آگوست در برنامه و یادبودی که جشن یادبودی که عسل پهلوان و مجله فردوسی برنامه گزارش هستند، میتونید بلیطای خودتون رو تهیه کنید. فکر کنم شرکت نشر کتاب دوست عزیزم بیژن خلیلی و دیگران این بلیط رو در اختیارتون میتونن بگذارن. خواهش میکنم که حتما برید و از عباس پهلوان تشکر کنید، سپاسگزاری کنید به خاطر اینکه سالیان سال به عنوان یکی از بهترین نویسندگان، بهترین سردبیران مطبوعات ایران با قلم برتر از مسلسل و خمپاره مبارزه کرد و داره میکنه و هنوزم توی میدون هست. مهربان یاران، خبر دیگه اینه که دوست عزیزم مسعود امینی از لس آنجلس اومده اروپا، لندن بود، از دیروز اومده پاریس پیش ماست. مسعود امینی رو همه شما میشناسید، یکی از بهترین ترانه سراهای ماست که بهترین ترانه ها رو برای هنرمندان ما سروده. این ترانه مشهوری که داروش خونده میگه وطن اینجا کسی فکر کسی نیست، اگه از گشنگی الان بمیری برای بردن نعشت یکی نیست، وطن اینجا همه با هم غریبن، اگرچه ظاهرن با هم رفیقن، ته دل دشمنند و نارفیقن، وطن اینجا همه حرفا دروغه، رفاقت ها سر شیپور و بوغه. اینی که مسعود امینی میگه وطن اگه بمیری برای بردن نعشت هم کسی نیست، یک نمونه بارزش رو همین شخصیتی است که امروز یاد کردیم ازش، دکتر شاپور بختیار، نخست وزیر پادشاه ایران، آخرین نخست وزیر. ببینید شاپور بختیار مثل هر انسان دیگه ای مراحل مختلفی رو در زندگی خودش داشته. هر انسانی مراحل مختلفی داره، از همچنان که درس که میخونید، تحصیل که میکنید، مراحل مختلفی رو طی میکنید، از کودکستان به دبستان میرید، به راهنمایی میرید، به دبیرستان میرید، به دانشگاه میرید، بعد در دانشگاه مراحل مختلف رو طی میکنید، زندگی انسان نیز مراحل مختلفی داره. دکتر شاپور بختیار درسشو مدرسه و دبیرستان رو در ایران میخونه، برای تحصیلات دانشگاهی میره بیروت درس میخونه، بعد از بیروت میاد فرانسه تحصیل میکنه، در فرانسه و اسپانیا وارد نهضت‌های مقاومت ملی اسپانیا میشه علیه فاشیست و در فرانسه به عنوان سرباز در ارتش غیر فرانسویان، خارجی های در مقیم فرانسه، وارد ارتش میشه و علیه نازی‌ها میجنگه. شاپور بختیار میجنگه علیه نازی ها و ملیت فرانسوی میگیره، بچه هاش فرانسوی میشن، حتی گیو فرزندش به عنوان رئیس پلیس فرانسه کارش رو دنبال میکنه که وقتی که مرد چند سال پیش رئیس پلیس یکی از کمیسرهای برجسته فرانسوی بود. اما میخوام همینه بهتون بگم، خوب گوش کنید عزیزان من، امروز از این مسئله میخوام دو تا نتیجه بگیرم. اول شخصیت رو دارم میگم. ببین شاپور بختیار یه شخصیتی داره، در نوجوانیش، مبارزاتش، تلاشهاش، جنگهاش و آنچه که تا پیش از کودتای یا برحال همون جریان 28 مرداد رخ میده. از بعد 28 مرداد دکتر شاپور بختیار میشه منتقد نظام پادشاهی، بارها بازداشت میشه، به زندان میره و حزب ایران رو مدیریت و ریاست میکنه. حزب ایرانی که از احزابیه که به جبهه ملی میپیونده، جبهه ملی میدونید که شکل یافته از احزاب زیادی بود، حزب ملت ایران، مال داروش و فروهر و خیلی احزاب دیگه، میرن جبهه ملی رو میسازن. تا اینکه
وقتی که انقلاب سیاه اسلامی داره به پیروزی میرسه یک نامه مینویسه سنجابی، فروهر و دکتر بختیار، این سه تا امضا میکنن خطاب به شاه که تو شاهی بکن و دموکراسی رو به ایران بده و آزادی و غیره. محمد رضا شاه در روزهای هفته های پایان حکومت خودش به افراد زیادی مراجعه کرد که به عنوان نخست وزیر از چهرهای اپوزیسیون خودش معرفی بکنه که نپذیرفتن. تنها کسی که میپذیره دکتر شاپور بختیار. از اینجا باز یه مرحله دیگه از زندگی بختیار شروع میشه، یعنی با کسی که سالها مبارزه کرده میاد نخست وزیرش میشه و میپذیره که مجلسین هم بهش رأی اعتماد بدن. اما چهار تا شرط میذاره برای شاه. برای شاه چهار تا شرط میذاره، میگه با این چهار تا شرط من حاضرم قدرت رو به دست بگیرم. یکیش اینه که شاه از مملکت خارج بشه، همون خواستی که آقای خمینی هم داشت. انحلال ساواک، سازمان امنیت مملکت رو میگه بایستی منحلش کنی، و آزادی زندانیان سیاسی و آزادی مطبوعات. پادشاه هم با این چهار مورد موافقت میکنه و از کشور میره، مملکت رو میسپاره به آقای شاپور بختیار. دیروز آقای دکتر رزمارا اطلاعاتی خیلی جالب و خوبی در رابطه با مسائل ناگفتهایی که پیرامون مسائل بسیاری در زندگی شاپور بختیار است مطرح کردن، از جمله اینکه دکتر رزمارا ماموریت پیدا میکنه از طرف شاپور بختیار که به دیدن خمینی بره در همین فرانسه نوفلوشاتو، و پیش از اینکه دولت جلسه نخست خودش دولت بختیار تشکیل بده دکتر رزمارا بره پیش خمینی، و اینها رو اگه نشنیدین دوباره باز پخش گوش کنید. در هنگامه دیگر باز دکتر شاپور بختیار دکتر رزمارا رو آگاه میکنه که ما داریم میریم پاریس دیدن آقای خمینی وقتی که دیگه نخست وزیر است، که بعد اونجا من در جریانش بودم که منتظری، مطهری و استاد علی تهرانی، شیخ علی تهرانی، این سه نفر ممانعت کردن از سفر بختیار به پاریس و دیدار با خمینی، و به خمینی زنگ زدن گفتن این کارو نکن. نامه نوشته بود بختیار، نامه رو داد به بهشتی. اینا رو هم دیشب آقای دکتر رزمارا از بهترین دوستان شاپور بختیار گفتن. حالا اینجا باز مرحله دیگه ای از زندگی بختیار آغاز میشه، هنگامی است که انقلاب سیاه به پیروزی میرسه و دکتر شاپور بختیار ایران رو ترک میکنه. وقتی میاد به فرانسه وضع مالیش مثل همه خراب، هیچ چی پول نتونسته از ایران بیاره، امکاناتی هم نداره، تا اینکه عراق به ایران حمله میکنه. در حمله نخستین عراق به ایران دکتر شاپور بختیار یه بیانیه صادر میکنه، بیانیهش رو اینترنت قابل دسترسی است، میگه که محکوم میکنه حمله عراق رو به ایران و میگه که آماده است که به ایران برگرده و برای دفاع از آب و خاک خودش با عراق بجنگه. جمهوری اسلامی پاسخی به این درخواست نمیده و ایشون در همینجا میمونه. اینجا باز مرحله جدیدی از زندگی شاپور بختیار آغاز میشه، همکاری با یا کمک گرفتن از اعراب که صدام حسین هم یارو میکردن در حمله به ایران. و در حمله به ایران یادتون نره که افراد زیادی از جمله شیخ علی تهرانی، داماد آقای علی خامنه‌ای و شخصیت‌های دیگری مذهبی ایران مدعی هستند همچنان، و میگویند که جنگ ایران و عراق رو خمینی شعلاش رو برافروخت چون میخواست انقلاب خودش رو صادر بکنه. اینا من دارم خبر بهتون میدم امروز، نظر و نظر شخصی خودم رو به شما نمیدم، خبرتون دارم میکنم که میگفتن که آره خمینی بانی و باعث جنگ بود. آقای تهرانی که الان در تهران هست هنوز زنده است این نظر رو داشت، منتظری و خیلی دیگه. دکتر رزمارا دیشب که صحبت میکرد میگفت آره چون محرک جنگ خمینی بود برای صدور انقلاب، باری اونجاست که کمک های مالی کشورهای عرب به دکتر بختیار شروع میشه. دیشب آقای دکتر رزمارا گفتم در مصاحبهشون با آقای شرفشاهی و پرویز قاضی سعید که 60 میلیون دلار صدام حسین در اختیار بختیار میذاره، و شخصیت های ایرانی رو هم نام بردن از جمله خانم اشرف پهلوی، دیگران هم که ارقامی رو در اختیار شاپور بختیار گذاشتن از جمله کشورهای خلیج فارس و از همه مهمتر عربستان سعودی. عربستان سعودی که شاه کنونی ولیعهد بوده اون موقع، حتی اینا رو یک بارم سفر میکنن اونجا، جدا از اینکه پولایی رو به حساب وارد میکنه که سامسونت های دلار رو آقای دکتر رزمارا گفتن دادن به همه، از جمله به شاپور بختیار سامسونت بزرگتر بوده. دکتر رزمارا گفتن که ایشون سامسونت دلاری که از عربستان سعودی گرفته بودن رو همونجا میدن به بختیار، به حسابی در سوئیس ریخته میشه که برای نهضت مقاومت ملی دنبال بشه. یعنی اینجا ببینید یک مرحله دیگه ای از زندگی شاپور بختیار آغاز میشه که به گمان این که میشه با پولهایی که از کسانی که دارن با ایران میجنگن از طریق صدام حسین ایران رو ساقط کرد. و یک نکته خیلی مهمی که دکتر
رزمارا دیشب گفتن خیلی جالبه که 15 میلیون دلار شاپور بختیار رو این مافیای اسلحه میدزده از ایشون. یعنی 15 میلیون دلار ایشون میده اسلحه میخره، دکتر شاپور بختیار 15 میلیون دلار اسلحه میخره که این اسلحه رو از طریق ترکیه وارد ایران بکنن و با آخوندا بجنگن، ولی این 15 میلیون داده میشه، اسلحه خریده میشه، به جایی که به ایرانیا بدن، پولی که بختیار داده اسلحه میبرن افغانستان میدن به مجاهدین افغان که اون موقع داشتن با روسیه میجنگیدن، درست مثل جریان ایران گیت و نیکاراگوئه و ال سالوادور و اون جریان مواد مخدر و پولایی که الیور نورس و اینا میدادن، اونا هم که همه رو میدونید. یعنی بازی رو شما ببینید، بازی سیاسی قدرت چیست و تا کجاست که انسان مراحل مختلف رو در زندگی کسی میره. مرحله پایانی زندگی دکتر بختیار اینه که انگامی که دیگه پول نداره، پولاش هم ما همه میگفتن به 100 نفر پول میداده، نشام دکتر از ما رو گفت به 500 نفر حقوق میداده و به تعداد زیادی کمک میکرده، 500 نفر حقوق میده. در روزهای پایانی زندگیش وضع مالیش هم زیاد خوب نبوده. اینجاست که مسخرتی میگه وطن اینجا کسی فکر کسی نیست، اگه از گشنگی الان بمیری برای بردن نشت کسی نیست. آقا شاپور بختیار در خانه خودش در زیر پوشش امنیتی پلیس فرانسه تکه تکه میکنن با سروش کتیبه، بعد 48 ساعت بعد جسدش کشف میشه، مامورا دم در رو پشت بوم خونه، قاتلا وارد میشن میزنن میکشن میرن. دکتر بختیار نظر داشت که اینها همه با تبانی اون موقع دولت فرانسوا میتران انجام گرفته و حتی گفتن که آقای رونالد دوما رفته بوده به بختیار گفته بوده که بهتر فرانسه رو ترک کنی و بعد که ایشون ترک نکرده قرار شده بمونه. دکتر بختیار معتقد بودن، دکتر رزمارا، که این موارد به این ترتیب روی داد. میخوام اینه به شما بگم امروز دو تا نتیجه میخوام از این قضیه بگیرم. یکی این که شما ببینید استعمار به فکر جیب خودشه و بس. کسانی که حتی برای اون مملکت رفتن در جنگ جهانی دوم شرکت کرده، بختیار رفته برای فرانسه جنگیده، ملیت فرانسوی گرفته، پسرش رئیس پلیسه، اما وقتی معادلات ایجاب میکنه اصلا مسئله منتفی است، مسئله منتفی است. این استعمار رو که ما تا حالا نشناختیم، مطالعه نکردیم، نخوندیم. یک سری افراد بعد در میان ما استعمار رو خوب شناخته بودن و در موردش تحقیق و پژوهش و اینا، ولی بعضی وقتا همینا رو به تمسخر ما میگیریم، میگیم یارو فکر دایجان ناپلئونی داره. یعنی چی دایجان ناپلئونی داره؟ اندیشه رو بایستی بارور کنید با تحقیق با مطالعه. امروز هم میخوام یک کتاب دیگه به شما معرفی کنم. این کتاب اسمش از ایران حلقه مفقوده، مال حسن برمک. ایران حلقه مفقوده، این کتاب شما برید بخونید، چون امروز این هفته میدونید که یاد روز عرض کنم خدمتتون که تقسیم ایران بین روس و انگلیس هم هست. میدونید که ایران بین روس و انگلیس تقسیم شد. الان هم که میبینید هنوزم که هنوزه روس و انگلیس بزرگترین قدرت رو در ایران دارن. اکثر این جنگ و درگیری های جناحی که در جمهوری اسلامی ایران راه میفته به خاطر اینکه اینا میخوان از اینها دور بشن، به آمریکا نزدیک بشن، به اروپا نزدیک بشن. شاپور بختیار موقعی کشته میشه که هاشمی رفسنجانی با عنوان رئیس جمهور ایران با فرانس و میتران قرار گذاشته که به دیدار هم بیان، رفسنجانی بیاد اینجا، حتی پروتکل پذیرایی از رئیس جمهور ایران که اون موقع هاشمی رفسنجانی است تصویب شده که شراب نباشه پای میز، میزها رو چجوری بچینن، میز صندلی ها رو کجا رئیس جمهور ایران بشینه سر میز، کجا رئیس جمهور فرانسه بشینه، تمام اینها فراهم آمده بود که روابط ایران و فرانسه توسط رفسنجانی رئیس جمهور، فرانس و میتران رئیس جمهور بهبود پیدا بکنه و الان هم با هم کار کن. اما همین استعمار نو، همین روس و انگلیس که ایران رو بین خودشون تقسیم کردن، این هفته هفته سال روز این روز ننگین هست، این توته هست که در چنین هنگامه ای میان دکتر شاپور و بختیار رو میکشن که این قتل، این ترور موجب شد که اون روابطی که با هم دیل کرده بودن ایران و فرانسه از بین بره، سفر رفسنجانی لغو بشه، چندین میلیارد دلار که میخواستن با هم دیگه قرارداد ببندن امضا نشه و باز ایران حلقه مفقوده، ایران مستعمره‌ای با رهبران ایرانی. این بار دیگه مثل انگلیس که میرفت توی هند آدم میکاشت و توی عراق آدم پاشا میکاشت و لورنس عربستان میافرید، نه، ایران امروز با عمامه آخوندا
استعمار خودش رو انگلیس داره دنبال میکنه. و همونجا هم مهربان یاران ترور بختیار در هنگامی که دیگه فعال نیست، امکانات مالی نداره، در هنگامی که فعال بود، در روز چندین روزنامه، نشریه، رادیو از مصر، رادیو از عراق، اصلا جو جهان، اپوزیسیون جهان دست شاپور بختیار بود. اونجا اصلا کارش نداشتن بنده خدا رو. وقتی که کار نمیکرد دیگه، پولاش تموم شده بود، تو خونش با سروش کتیبه تنها نشسته بود، پشت در محافظی میزنن میکشنش. و بهره‌ای که میبرن اینه که جلوگیری کنن از تحسین روابط جمهوری اسلامی ایران با فرانسه، و اینکه چندین میلیارد دلار قراردادی که اینا میخوان ببندن با فرانسه دست همونایی باشه که روس و انگلیسی که ایران رو بین خودشون تقسیم کردن. امروز بارها گفته سیاوش اوستا به شما مهربان یاران، امروز دیگر بار میگم و تأکید میکنم مهربان یاران، امروز بدانید و آگاه باشید که اکثر درگیری هایی که بین جناح ها در داخل نظام اسلامی است، این جناح ها هر کدومشون یک وابستگی به یک دولت خارجی دارن. جناح روس داریم، جناح انگلیس داریم، جناح مصر داریم، جناح اروپایی داریم که خیلی ضعیف، جناح آمریکایی داریم، جناح های کشورهای سابق کمونیستی رو داریم. آقای بهزاد نبوی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و غیره که سرشون زده شد توی این انتخابات اخیر دو سال پیش، اینها نمایندگان چین در ایران بودن. آقای بهزاد نبوی ماویست بود، این به عنوان مثال به شما بگم، بهزاد نبوی ماویست بود، در زندان هم که بود ماویست و کمونیست بود. چند روز مونده به انقلاب آقای بهزاد نبوی مسلمان شد، آمد بیرون و وزیر شد و رابط اقتصاد چین در ایران شد که الان ایران با چین میبینید خیلی داره کار میکنه. آقای رفسنجانی، خود امریکایی‌ها به من گفتن، من در رابطه با خروج شیخ علی تهرانی از عراق برای امریکا بهتون گفتم که با امریکایی‌ها در تماس بودم که میخواستن علی تهرانی داشت میخواست بره اونجا، حالا رفته ایرانشون سالا پیش، داماد آقای خامنه‌ای اونجا. خود امریکایی‌ها گفتن که ما حتی از جان رفسنجانی داریم محافظت میکنم که کسی نزنش، رئیس جمهور بود اون موقع. و بعدم جریان ایران گیت پیش اومد که الیور نورس رو دیدیم که اینا رابطه داشتن با هم. اینا جناح موسوی، میر حسین موسوی، مقالات بزرگی نوشتیم، برید بخونید، روی سایت هامون هست. میر حسین موسوی کسی است که از همون موقعی که نوجوان بوده از عوامل انگلستان بوده، و دیگر افراد هر کدام شرح حال ویژه‌ای دارن. بدین رو مهربان یاران، ما همچنان که با ارتجاع و نظام ستمگر داخل ایران داریم می‌جنگیم، بایستی آگاه باشیم که استعمار که پدر بزرگ همه اینا سر جاش مونده، سر جاش باقی است. همه اونهایی که صدام حسین رو تحریک کردن که به ایران حمله کنه و کمکش کردن، همه کشورهای عربی غیر از لیبی و سوریه، امروز هنوز سر جاهاشون هستن، هنوز دارن توطئه میکنن، هنوز دارن برای ذلت ملت ایران در جهان تلاش میکنن، در رأسش عربستان سعودی. خیلی از ایرانی هم خودشونو به عربستان سعودی فروختن. البته شنیدم که دیروز یا چند روز پیش ولیعهد عربستان سعودی مورد سوء قصد قرار گرفته، خواستن بکشنش. خود اینا هم درگیری دارن، ولی یادتون نره یه درگیری قدرت، الان جنگی که در افغانستان هست، جنگی که در عراق هست، جنگ داخلی، جنگی در سوریه و لیبی هست، اینها میخوان از اصلش تو منطقه، توی منطقه نمایندگان اصلی استعمار عربستان سعودی است با وهابیتش، ایران اسلامی است با همون تشیعش که در هنگامه هایی میپذیره تسنن رو و حتی وهابی ها رو، القاعده رو در سر ایران جا میده و غیره برای کسب قدرت خودش، و از اینها به عنوان آلت استفاده میکنن. اینها ابرقدرت نیستن اونطور که بعضی کتاب نوشتن ابرقدرت، اینها بهره ازشون میبره استعمار برای اهداف خودش. مهربان یاران، امروز برای اینکه یک آنتراکتی داشته باشیم و من برم و بیام، تو یادتون نره که روز همیاری تلویزیون پارس هم هست، دوست مهربانم مهندس امیر شجره
که سالهاست این تلویزیون رو روی پا نگه داشته، اتون داره که امیر شجره پایگزار رادیو و تلویزیون 24 ساعته در امریکاست. یعنی حتی رادیو 24 ساعته که خدا بیامرز شادروان آقای مروتی مدیریتش رو میکرد و الان فرزند نازنینش علیرضا مروتی عزیزم داره مدیریت میکنه، پایگزار اون رادیو هم امیر شجره بود و اولین تلویزیون 24 ساعته هم امیر شجره پایگزاری کرد. و تا حالا هم دیدیم که همه رنگ و روهای سیاسی در این تلویزیون میتونن فعالیت بکنن، سخن خودشونو برسونن، از دینی و غیر دینی و منتقد دینی گرفته و از هوادار مصدق و ضد مصدق و هوادار رضا شاه و ضد رضا شاه و غیره و غیره، یا حالت دموکراسی. ولی خوبه که ما پاسدار ارزش‌های شخصیت‌های بزرگ تاریخ خودمون مثل رضا شاه کبیر باشیم. هیچ کس به خودش اجازه نده که به رضا شاه کبیر توهین بکنه و به محمد رضا شاه. ولی شاد باش میگم به امیر شجری و اینکه مهربان یاران در این هفته و در این روز همیاری تلویزیون پارس که امروز آغاز میشه یاری برسونید به تلویزیون پارس. سیاوش اوستا هم از کتاب اخیر خودش سازمان جاسوسی الله، من تعدادی رو پیشکش میکنم به مهندس امیر شجری که اینها رو به نفع تلویزیون پارس بفروش. اما یک ترانه بسیار زیبا که میخوام پیشکشش کنم به رئیس جمهور تاجیکستان، دوست نازنین امام علی رحمانوف، خودش میگه اوفو نگین رحمانی بگین. امام علی رحمانی در تاجیکستان، رئیس جمهور تاجیکستان، دو هفته پیش هم خبر خوبی در رابطه به آقایتون رسیدم، باز تاکید کنم، دستور داده که ملت تاجیکستان بایستی از نامهای پارسی و ایرانی و آریایی بهره ببرن. استفاده از نامهای تازی رو نه تنها توصیه، نه ممنوع کرده، گفته اسم بچه‌هاتون اسمای آریایی، اسمای پارسی، اسمای ایرانی بگذارید. درود به رحمانی، امام علی رحمانی. تاجیکستان سرزمین ماست، تاجیکستان سرزمین آریایی ایرانی است. میدونید که تاجیک ها از ما بهتر به پارسی سخن میگویند و از ما بهتر از شاهنامه و حافظ و خیام پاسداری میکنند و بزرگداشتشون است. آتش زرتشت ترانه بسیار زیبایی است که در تاجیکستان هم اجرا شده. مهندس منصور عزیز پخشش میکنیم، پیشکش به ملت بزرگ تاجیکستان.
بله درود به مردم تاجیکستان، درود به رئیس جمهور فرهیختش. خواهش میکنم اونایی که میتونن میخوان سفر برن، تفریح برن، بگردن، برید تاجیکستان. ببینید از ایران به راحتی میتونید برید، برید این سرزمین بکر آریایی ایرانی رو ببینید، مردم پاک دست نخوردش رو از نزدیک ببینید، ببویید و میبینید که چگونه پاسدار فرهنگ ایران هستن. عزیزان من، در زندان‌های جمهوری اسلامی انسان‌های زیادی هستند. اجازه بدین یادی بکنیم از نازنین‌هایی که در زندان هستند. بهروز جاوید تهرانی، حمید خیراندیش عزیزم، درود بر شما. مهندس حشمت تبرزدی عزیزم، همه بچه‌های دیگه درود بر همتون. اسم تبرزدی رو که بیارم همه رو اونهایی که دانشجو بودن و غیره رو شامل میشه. شنیدم حالت مهندس تبری در زندان، تبرزدی در زندان خوب نیست، از سالها پیش بیمار بود و میدونید که این انسان آزاده 12 سال از عمرش رو در زندانهای جمهوری اسلامی ایران به سر برده. از همه مهمتر باز دکتر مهدی خزعلی است که پدرش یکی از سران نظام جمهوری اسلامی میست، آفت اللهشون، یعنی آفت الله خزعلی. فرزندش دکتر مهدی خزعلی مدتی است در زندانه و الان حدود 20 روزه که کمتر از 20 روزه که اعتصاب قضا کرده، با ضرب و شتم گرفتنش و بردنش به زندان. ایشون مصاحبه کرده بود با ما چند سال پیش در رابطه با آقای احمدی نژاد و به عنوان یک پزشک گفته بود که آقای احمدی نژاد بیمار روانی است. در رابطه با بیمار روانی من سعی می‌کنم که در هفته‌های آینده با پزشکان و متخصصانی صحبت بکنیم. مشکل روانی در ایران یک مسئله حساسی است که می‌خوایم بهش بپردازیم. وقتی که دکتر مهدی خزعلی به عنوان یک پزشک مدعی میشه که رئیس جمهور ایران بیمار روانی است، دیگه شما بیایید و خود بخوانید حدیث مفصل از این. حالا یکی از پزشکان واسه همین سرزمینمون، دوست بسیار نازنینم، دکتر داریوش لعل ریاهی، دیروز برای من یک شعری فرستاد و یادداشتی هم پایینش نوشته بود برای من و این شعر رو برای مهدی خزعلی گفته. دکتر مهدی خزعلی عزیزم بشنو، میدونم که فرزندانت، خانمت دارن برنامه رو میبینن. این شعر رو دکتر داریوش لعل ریاهی برای تو گفته عزیزم و همه زندانیان داخل ایران. میگه مهدی خطر نکن که دوامت به بودن است، دست از قلم مدار، زمان سرودن است، تا انتهای هستی این سرخوشان مست، خدمت فقط شکنجه و زندان نمودن است، اسلام نابشان همه در خدمت فقیه، ایمانشان به عمق جهالت فزودن است، جز شهد پاک عشق به کامت نبرده اند، زین شوکران ترخ که بت را ستودن است. قدری صبور باش که این جنگ تن به تن آغاز خود دریدن و از هم رو بودن است. حالا که این جماعت سرخوش به هم درند، وقت نظار کردن و میدان گشودن است. اشکم امان نمی دهد ای مرغ قصه گو، آنجا که رنج و درد تو تنها شنودن است. سپاسگزار دوست نازنینم دکتر داریوش لعل ریاهی هستم. شعر بسیار زیبا برای دکتر مهدی خزعلی که در زندان هست، مثل خیلی از عزیزانمون که در زندان هستن. ببینید انسان ها مراحل مختلفی داره زندگیشون، در مراحلی بدکاره هستن، به خوشکارگی میان، خوشکار و خوشنامن به بدنامی میآیند. امروزه افرادی که سالها پایور نظام جمهوری اسلامی بودن، میبینیم چجور از اونها کندن و خودشون قربانیان اون نظام هستند و در زیر شکنجه و عذاب و زندان. ولی ایرانی همیشه مقاوم بوده، ایرانی همیشه ضد استعمار بوده. پیش از این با شما مهربانیاران در رابطه با پایداری دلیران تنگستان بسیار سخن گفتم، در رابطه با پایداری ایرانیان در هنگامه خلفای راشدین سخن گفتم عزیزان من، و از نهضت و انقلاب شعوبی قرامته که حتی حجرالاسود رو از مکه دزدیدن. ببینید ایرانی مال امروز و دیروز و ایناش نیست که با تازیان و اندیشه های جهل آفرینشون جنگیده، هزاران سال از روزهای نخست داره با اونها
می جنگه و جنگیده. جنگ هایی که با استعمار ما کردیم کم نبوده است. استعمار پیش از این چه بوده است؟ استعمار پیش از این روم بوده است عزیزان من، الکساندر بوده است، یونانی ها، مقدونیه، بیگانگان، تورانی هایی بودند که به ایران تاختن، همیشه باشیم جنگیدیم و نبرد و مبارزه کردیم. تازیان بودند که تا به امروز با تفکر و اندیشه ما با انسان ها کاری نداریم. ما یادتون نره مهربان یاران، ما با فرهنگ، با زبان و با انسان ها کاری نداریم. ما با تفکر، با ایدئولوژی تازی، با ایدئولوژی اسلام سیاسی که 14 قرن ما رو به بدبختی کشونده داریم نبرد و مبارزه میکنیم. ما نه با فرهنگ کسی می جنگیم، نه با زبان کسی می جنگیم، نه با قوم و ملیتی می جنگیم. ما به حتی به تبار انسان معتقدیم. ما به تبار انسان معتقدیم، آیین و آیین انسانیت معتقدیم، آیین اوستا، آیین انسانیت. ما اگر داریم می جنگیم، نبرد می کنیم، مبارزه می کنیم، با یک تفکر و اندیشه است که قرنهاست داره با ما مبارزه میکنه و امروزه این رو استعمار گرفته، آلت دست خودش کرده، استعمار از طریق این تفکر و اندیشه دینی داره ما رو بدبخت میکنه. یا تونر این هفته است که ایران بین روس و انگلیس تقسیم شده، دعواها همش روی این تقسیمه، نمیخوان از این گردونه خارج بشه. محمد رضا شاه اونگاه که میاد در رابطه با انگلستان موضع‌گیری قاطع میکنه، از رنگ چشماشون میگه، از نفروختن دیگه نفت بهشون میگه و غیره و غیره است که از پادرش میارن. و بعدم همیشه همه ای بهانه ها رو میندازن رو دوش دیگران. این جیمز باند هنوزم که هنوز فیلماش ساخته میشه، هنوزم که هنوز شما 007 رو میشناسید. از شان کانری شروع شد، بعد شخصیت های زیادی 007 رو بازی کردن. آقا علنا خود انگلیس ها فیلم میسازن، دارن میگن که این سازمان، این تشکیلات به فرمان سمجسته اولیا حضرت خودشون میکشه آدم، کودتا میکنه، دولت سرنگون میکنه، توطئه میکنه. جیمز باند 007 این یک سازمان تروریستی است در داخل این حکومت که کمک میکنه به سقوط دولت هایی که باش همراه نیستن، آدم هایی که باش همراه نیستن. فیلماش درست تخیلیه، ولی وجود جیمز باند هفتمین مأمور اون تشکیلات بوده. یعنی مأمور 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7، او شده 7, 2, 0, 7. 2, 0, 7 یعنی تا 999 اینها دارن. خب اون موقع 2, 0, 7 بوده. بابا جیمز باند هم زنده است، یه گزارش هم روش تهیه کردن که میتونید ببینید. یکی از این مامورا بوده. الان 999 شاید رسیده 800 چیزی، 500 چیزی. بعد اینا امکانات دارن برای حفظ استعمار در مناطق حساسی مثل ایران برنامه دارن. من در رابطه با خاندان لاریجانی ها با شما صحبت کردم و گفتم خاندانی که پاسدار منافع استعمار هستن، بهتون گفتم آقای اردشیر لاریجانی وقتی که انتخابات 6 سال پیش بود رفت انگلیس با نیک براون، از کارمندان وزارت خارجه انگلیس ملاقات کرد و امضا داد که ناطق نوری از خود ماست. یعنی ما ناطق نوری، شما ناطق نوری، انگلیس ناطق نوری، اوکی. این رو خود جمهوری اسلامی افشا کرد که آقای لاریجانی رفته بود به انگلیس ها، چون خانواده لاریجانی ها رو گفتم که ارتباطشون با استعمار، رفت امضا داد که این آقای ناطق نوری اگه برنده بشه انگلیس برنده شده، نگران نباشید. این اسنادی بود که در نظام خود اسلامی افشا شد. این استعمار روس و انگلیس همچنان دارن بر گرده این ملت، سپاسگزارم مهندس منصور عزیز، حکومت میکنن و حاکمیت ما رو در دست خودشون گرفتن. بدین روز که ایرانی هرگاه جنگیده با دشمن داخلی و دشمن خارجی جنگیده، بعد اینا میان توپ رو هم عوضی میندازن. ببینید من رو شما میشناسید و کارهای من آشنا هستید. 20-100 جلد کتاب براتون نوشتم، هزاران مقاله و ساعتها برنامه رادیو تلویزیونی. خیلی از شما که سفر کردید از پاریس شاهد هستید که در طی این 25-30 سال چه کردیم ما برای شما و برای ملت ایران. من
اسیر و عبید هیچ کشور و قدرتی نبوده و نیستم. افتخار من استقلال منه، افتخار من درویشی منه، و اگرم احترامی برای من کسانی و جایگاهی قائل هستم به خاطر همین استقلال من است. اما اگر که حرفی میزنم حقیقت رو میگم. امروزه دارن تمام تلاش ها رو میکنن که بگن همه بدبختی ها و مشکلات دنیا مال اسرائیله، همه بدبختی رو یهودی ها آفرینن. این هم یکی از همین توطئه های انگلیس هاست. انگلیس هایی که از توطئه هاشون همینی که خودشون بزنن به حساب یکی دیگه. جریان مصدق رو میدونید که طرح مصدق رو که ورش داشتن، انگلیس ها میرن میدن به سازمان سیای امریکا میگن برای عملی کنید، اسم ما رو نیارید. حالا از اون موقع به بعد کاری که خودشون میکنن میذارن به حساب یکی دیگه. ما با اسرائیل، با ملت یهود هیچ درگیری نداریم. یهودی ها ایرانی هایی هستن که از دریای خزر، بحر خزر، بحر دریای مازندران مهاجرت کردن، ریشه ایرانی دارن و تا بودن هم وقتی که ما با ایشون خوب بودیم با ایران خوب بودن. الان هم روز ایران امنیت خودش رو به دست خواهد بود که از این بازی روس و انگلیس ما با بیرون بیاییم. روس و انگلیس با هم متحد هستن علیه ما، علیه یهودی و علیه اسرائیل. در منطقه نمیخوان امنیت باشه. امنیت اگر در منطقه باشه، صلح اگر در منطقه باشه، استعمار روس و انگلیس باید بپره بره. در این رابطه من خواهش کنم تحقیق کنید، پژوهش کنید، شعار ندید، احساساتی برخورد نکنید، برید تحقیق کنید ببینید چه نوشتن در رابطه با استعمار روس و انگلیس و گفتن چه هر دو بر یک اندیشه پایبند و پایبر بودند که ملت ایران رو بایستی در جهل و خرافه نگه داریم. نوشتن و گفتن که بتونیم حکومت خودمون رو دنبال کنیم. بدین روز که میان فشار و سرکوب دینی رو زیاد میکنن روز به روز، برای چهار لاخ مو، برای یک روزه خوردن نخوردن، نماز خوندن نخوندن، این مزخرفات مذهبی رو که تحمیل میکنن بر مردم و ملت و میهنی که 7000 سال پیشینه تمدن داره. اون موقع که انگلیس ها تو جنگل میدویدن، اون موقع که تازیان دخترانشون رو سربنیست میکردن، من ایرانی زن در سرزمینم حکومت میکرده. بارها گفتم بازم میگم، بدبختی هایی که تازیان داشتن و دیگران که ما نداشتیم. که حالا به پایان برنامه میرسیم مهربان یاران، به اطلاعتون برسونم که گوشت خوک میگن هارون آخونده های منصور، اینها چند تن گوشت خوک از برزیل خریدن برای ایران دارن وارد میکنن. یعنی شما ببینید مشروبات الکل از ایران وارد و صادر میشه، گوشت خوک وارد میشه، بعد برای چهار لاخمو بچهای ما رو میگیرن و چقدر عذاب میدن. از اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی میخوام که ایران رو همیشه سربلند، ایرانی رو همیشه پر افتخار در هستی، در هر جای جهان که هستن، چون ایرانی الان در سراسر جهان پراکنده است، نگه بداره. پیام های گرم شما همیشه میرسه، من سپاسگزار مهرتون هستم. تمام تلاش ما که با عشق و شوق برای شما هست به خاطر همین پشتگرمی است که مهرورزی است که شما داشته و دارید. از اهورامزدا میخوام که ایرانی رو تندرست و سربلند نگه داره در هر جای جهان که هست. مهندس منصور سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، بدرود، خدا نگهدار.